دانمارک کشوری تو شمال که توسط مه محاصره شده و مرکز پادشاهی وایکینگ ها بوده. دانمارک صاحب یکی از آخرین حکومت های پادشاهی اروپا است. دانمارک اگرچه کشوری اسکاندیناوی است، اما طبق تحقیقات انجام شده یکی از کشورهایی است که شادترین مردم های جهان در آن زندگی می کنند. وقتی با این کشور بیشتر آشنا بشین، با خودتون میگین ما هم داریم زندگی میکنیم. هرچند تو این ویدیو تلاش کردم تا به صورت خلاصه در مورد دانمارک بهتون بگم، ولی شما شاید فکر کنین که من دارم اغراق میکنم. باور کنید وقتی که داشتم ویدیو رو حاضر میکردم همش میگفتم جلال خالق، مگه میشه، مگه داریم. در این ویدیو اطلاعاتی را که ممکن است بخواید در مورد دانمارک بدونید را در قالب یک مستند برای شما آماده کرده ایم. امیدوارم که از تماشای این ویدئو لذت ببرید. قبل از تماشای این ویدئو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله را بزنید و با لایک کردن این ویدئو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال تاریخ معاصر ایران و جهان همراه باشید. اول از همه میریم سراغ اطلاعات تاریخی این کشور. این کشور اسکاندیناوی را هارولد بلوتوس پادشاه وایکینگ ها تأسیس کرده. هارولد بلوتوس چند تا سرزمین متعلق به وایکینگ ها را با هم متحد کرد و اصطلاح‌های بلوتوس هم که تو دنیای تکنولوژی استفاده میشه از اسم این پادشاه گرفته شده. همین اول ویدئو بگم با دیدن این ویدئو قرار حسابی تعجب کنید. اگر توی این کشور زیر 5000 یورو درآمد داشته باشید یا تازه کار هستید یا مهارت کافی ندارید، حقوق توی دانمارک از 10000 یورو شروع میشه و تا 60000 یورو میرسه. البته میزان این حقوق بستگی به کاری داره که انجام میدید. مشکل اصلی تو کشور این است که قیمت ها در مقایسه با اروپا خیلی بالا هست، ولی یک شهروند عادی دانمارکی میتونه هر چی که خواست بخره. خلاصه این که دانمارکی های معمولی حقوق بگیر زندگی راحتی دارن. موضوع فقط گرفتن حقوق زیاد نیست. ساعت کار روزانه هم حدود 7 ساعت هست. مردم دانمارک هم حقوق زیادی میگیرن و هم به اندازه کافی با خانواده هاشون وقت میگذرونن. به همین خاطر دانمارک یکی از شادترین کشورهای دنیاست. تو این کشور یه بچه میتونه با پولهایی که توی قلکش میندازه یک خونه تو آسیا بخره. غم انگیزه ولی واقعیته. حین دیدن این ویدیو قرار خیلی حسادتتون گل بکنه. بمونید. حالا نگاهی میندازیم به سیستم آموزشی دانمارک. سیستم آموزشی این کشور با جمعیت تقریبی حدود 6 میلیون نفر تفاوت چشمگیری با بقیه کشورهای جهان داره. حتی دانش آموزان دوره راهنمایی هم بورسیه رایگان دریافت میکنند. تا 15 سالگی خبری از امتحان و کارنامه نیست. معلم و والدین با همدیگه در مورد وضعیت دانش آموز گفتگو میکنند. کسب امتیاز بالا تو امتیاز سالهای بالا چیزی را عوض نمیکنه. چیزی که مهمه پیشرفت شخصی و استعدادهای افراد هست. از آنجایی که توی دانمارک پیشرفت شخص اولویت داره، سیستم آموزشی اینجوری شکل گرفته. از آنجایی که این کشور منابع زیرزمینی نداره، نگاهش به انسانها مثل کالاهای گرانبها است و رشد فردی افراد مهمتر از هر چیزیه. اسم این سیستم فوسکورس کلن هست و هدفش هم اینه که کشور دانمارک را به تمدنی مدرن، خلاق و مطرح تبدیل کنه. قوانین اجتماعی به قدری توی دانمارک اهمیت داره که توی بعضی از آساسون‌ها دکمه من گاز شکمم را دفع کردم وجود داره. جالب و خنده داره. با این کار به نفرات بعدی که سوار آسانسور میشن هشدار میدیم که به نظر میاد خیلی ها با اینکه گازی دفع نکردن ولی این دکمه را فشار میدن تا واکنش بقیه را ببینن.
دانمارک با سیستم پادشاهی اداره میشه. دانمارک در حال حاضر ملکه داره. سیستم پادشاهی دانمارک را با کشورهای خاورمیانه مقایسه نکنید. مثلا اختیارات رئیس جمهور کشورهای آسیایی از ملکه دانمارک بیشتره. ملکه 81 سالشه و عضوی از جامعه هنریه. ملکه تو بعضی از فیلم‌ها کار دکور صحنه را به عهده داشته و همچنین هنرمند پیشکسوتی هم هست و طراحی نسخه دانمارکی کتاب‌های ارباب حلقه‌ها را انجام داده و توی گالری‌ها هم آثار هنری را به نمایش گذاشته. شاخه‌های خانواده سلطنتی خیلی گسترده است. به این نسبت‌های خانوادگی نگاهی بیاندازیم. پادشاه سوئد پسر دایی ملکه، پادشاه نروژ عموزاده ملکه، پادشاه سابق یونان خواهر بزرگ ملکه، صوفیان ملکه اسپانیا و ملکه با خانواده های سلطنتی زیادی خیشاوند است. همچنین قطع زمین ویژه‌ای وجود داره که متعلق به پادشاهی دانمارک است. یک جزیره کوچک بین کانادا و گرینلند وجود داره که محل مناقشه بین دانمارک و کانادا هست. به این مناقشه جنگ ویسکی میگویند و هر کسی که پرچمش را توی این جزیره بالا ببره برای طرف مقابل توی جزیره ویسکی میگذاره. همیشه توی دانمارک 406 جزیره وجود دارد. بعضی از این جزیره ها تبدیل به مراکز عرفانی شدند. این جزایر تا حتی بعضی هاشون خالی از سکنه هستند، مکانهایی هستند که گردشگرها اوقات خوشی را اونجا سپری میکنند. رنگهای محلی توی اون جزیره ها شکل گرفته است. به علاوه جزایر فارو یکی از زیباترین جزایر زیبای اروپا است، متعلق به دانمارک است. طبق تحقیقات دانمارک چهارمین کشور دنیا از لحاظ داشتن گروه های آسناتیک تو دنیا هست و جمعیت گروه آکناکتیکس آلمان بین 50 تا 80 درصد تو نوسان هست. احتمالاً دلیل این امر هم این است که دانمارک یکی از کشورهایی است که کمترین میزان فساد را توی دنیا داره. یکی از مهمترین ویژگی های مردم دانمارک این است که زندگیشون را بر پای آرامش و سادگی بنا کردن. دانمارکی ها به مناسبت های کوچک اکتفا می کنند. شاید وقتی ببینیم توی خیابون های دانمارک هیچ کسی عجله نداره و روز و زمان کند میگذره تعجب کنید. دانمارکی ها اتومبیل های معمولی و دوچرخه را به اتومبیل های لوکس ترجیح میدن. توی کشور دانمارک چیزی به عنوان ترافیک دوچرخه ها وجود داره و بخش قابل توجهی از مردم از دوچرخه استفاده میکنن. توی دانمارک اگه گرسنه بشین و بخواین جای غذا بخورین، معمولا رستوران ها از بوفه ها و فست فود های زنجیره‌ای ارزون تر هستن. توی دانمارک مصرف شیرینی خیلی زیاده. مزه های تند توی دانمارک بی‌معنیه و توی دانمارک خیلی سخت میشه از فلفل و ادویه‌جات پیدا کرد. شاید با خودتون بگین توی دانمارک از کجا میشه آب خرید؟ قیمت آب توی دانمارک خیلی مکروم به صرف است و حتی تو بعضی از فرودگاه‌ها آب رایگان هست. چای و قهوه توی مدارس دولتی رایگان هست. توی دانمارک آدم احساس میکنه که ارزشمنده. مثلا بزرگترین و زیباترین ساختمان کنار ساحل توی این کشور ساخته شده، ساختمان کتابخونه و اپرا هست. داخل این ساختمان ها هم خیلی از چیزها رایگان هست. دولت روی برندها و توی مغازه‌های پر زرق و برق سرمایه گذاری نمی کنه، بلکه تو جایهای سرمایه گذاری که می کنند که مردم تو اونجاها خیلی شاد هستن. این وضعیت را میشه توی دنیای کسب و کار هم مشاهده کرد. مثلا شما توی یه شرکت مدیر هستین و اخراج میشین، لزومی نداره بلافاصله دنبال کار دیگه ای بگردی. دولت به شما میگه تا زمانی که شغل دیگه ای تو همون سطح قبلی پیدا نکردی، من بهتون حقوقی اندازه همون حقوق پایه قبلی بهتون پرداخت میکنم و ازتون حمایت میکنم. و تا زمانی شغلی توی همون سطح پیدا کنین، دولت به حمایت از شما ادامه میده. مهمترین چیز این است که شما خودتون را اذیت نکنید و اوضاع روانیتون به هم نریزه. به این قسمت توجه کنید، خیلی جالبه. خدمات بهداشتی برای تمامی شهروندان دانمارکی رایگان است. توی بیمارستان‌های خصوصی دانمارک همه میتونن با هزینه‌های مشابه درمان بشن.
دانمارک صاحب یکی از بهترین سیستم های درمانی توی اروپا هست و اگه میخواهید توی اروپا بیمه درمانی خصوصی داشته باشید، این بیمه خدمات درمانی بدون هیچ قید و شرطی و به صورت کاملا رایگان تو کل دنیا به شما خدمات ارائه میده. حالا بیایم سراغ مکانهای دیدنی دانمارک. خیابانها، مناظر طبیعی زیادی توی دانمارک وجود دارن که ترکیبی از زیبایی های طبیعی و مصنوعی هستند. ببینیم، اینجا قلعه کیونبرگ هست، جایی که شکسپیر توش زندگی میکرد. تو کوپنهارگ، پای تخت دانمارک، محلی برای فعالیت های مختلف وجود دارد که حدود 180 سال خدمت داره. باغهای تیبولی جاهایی هست که فعالیت های اصلی پایتخت دانمارک اونجا برگزار میشه. توی این باغ ها مردم میتونن تو فعالیت های مختلف شرکت کنن و در طول روز وقتشون رو اونجا بگذرونن. توی دانمارک هر لحظه ممکنه مجسمه های غول پیکر را ببینید. توی جنگل های کوپنهاگ، تو مراکز شهر، حتی توی ساحل غربی دانمارک 4 مجسمه مرد به صورت نمادین ساخته شده. آبجوی معروف کاکسبرگ و اسباب بازی های لوگو هم از محصولات ساخت دانمارک هستند. مردم به صورت روزانه الکل مصرف میکنن. مثلا میشه دید که استادها و دانشجوها توی مناسبتی دارن با هم دیگه نوشیدنی الکلی میخورن. هیچ کس نمیتونه به این وضعیت ایراد بگیره. دولت به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی هیچ فشاری به مردم وارد نمیکنه. جوان ها میدونن و میدونن چقدر نوشیدنی الکلی بخورن و به جای زیاده روی اوقات خوشی را سپری کنن. مردم دانمارک چجور مردمی هستن؟ بیاین با هم نگاهی بهشون بیاندازیم. مردم دانمارک اصولا فاصله شون رو با بقیه حفظ میکنن و با بقیه زیاد صمیمی نمیشن. شاید به خاطر این است که هوای این کشور مدت زیادی در سال گرفته و خاکستری است و دانمارکی ها هم اهمیت زیادی به قوانین میدن. فاصله شون رو با بقیه حفظ میکنن ولی هیچ وقت یه توریست رو اذیت نمیکنن. و اگه شما به عنوان یک توریست تو شرایط سختی باشین، حتما به شما کمک میکنن. موقع خرید ازتون کلاهبرداری نمیکنن، حتی به این موضوع هم فکر نمیکنن که پول زیادی ازتون بگیرن. هرچند مردم به خوشپوشی اهمیت زیادی میدن ولی اصلا نگاهی خوبی به جمالگرایی ندارن. از وجب به وجب روستاهای دانمارکی به دقت نگهداری میشه. تو دانمارک روستاها پر از خونه های ویلایی هستند. با در نظر گرفتن همه اینها به نظر میاد که بزرگترین مشکل دانمارک آب و هوای گرفته این شهر است. جالب نیست تنها مشکل کشور دانمارک همین هوای گرفته است. دانمارک هم یکی از کشورهایی است که خیلی دوست داشتن در موردش بدونن. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو را لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بگذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون را بنویسید.